سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که از 12 روزنامه‌نگاری که در زندان هستند، 11 تن از آنها از اقلیت‌های آذری، کرد و یا عرب هستند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، این روزنامه‌نگاران به این دلیل به زندان افتادند که از نابرابری قومی در ایران انتقاد می‌کنند. همزمان بر اساس گزارش‌ها، فشارها بر فعالان مدنی ترک در ایران افزایش یافته است. مامورین امنیتی با یورش به خانه صیاد محمدیان در 20 شهریور ماه 18 فعال شناخته شده آذری را بازداشت کردند و تعدادی از آنها آزاد شدند. البته 8 تن از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند. وحید قره‌باغی سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان آذربایجانی مقیم ترکیه در گفتگوی با فریده رهبر در مورد وضعیت بازداشت شدگان آذری صحبت کرده است. لطفاً توجه بفرمایید. بازداشت شدگان که نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی شناخته شده هستند، همچنین در سلول‌های انفرادی بند 29 زندان ازین نگهداری می‌شوند. آنها ممنون ملاقات بوده و هنوز تفهیم اتهام نشدند و از داشتن وکیل نیز محروم هستند. پیگیری های خانواده فعالان بازداشت شده تاکنون با پاسخ نامشخص به مسئولان دادگاه انقلاب مواجه شده است. بازپرس متین رافق که مسئول رسیدگی به پرونده این فعالان بازداشت شده است به خانواده اعلام کرده که از پیگیری این پرونده خودداری نمایند. 10 نفر از بازرسی هایی که آن روز بازداشت شده بودند و بعدا آزاد شدند، آنها هم از اتهام خود آگاه نشدند و به گفته آنها در مدت بازداشتی که بودند با آنها بدرفتاری شده. اما در تبریز نیز 8 فعال دانشجوی آذربایجانی حداقل 3 ماه که در بازداشت موقت به سر می‌برند، آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات کماکان بدون ملاقات با خانواده و یا وکیل خود و بدون آگاهی از اتهام خودشان به سر می‌برند. به گفته قاضی هاشم‌زاده از گزارت دادگاه انقلاب تبریز، بازداشت موقت این فعالین برای 2 ماه دیگر نیز تمدید شده است. هیچ تماس تلفنی منظمی ندارند، ملاقات به آنها داده نمی‌شه و اجازه گرفتن وسیلم ندارم. به همین خاطر به احتمال زیاد زیر فشار و شکنجه قرار دارم. دستگیری فعالان مدنی آذربایجانی علت واقعیش چی بوده؟ اتهامشون چیه؟ اکثرا تو آذربایجان فعالان مدنی را به اتهام بایدشون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و تجزیه طلبی و تبلیغ پانترکیز بازداشت می کنند. اما در واقع این فعالین هیچ کدام فعالین زدائخواه نیستند. آنها اعتقاد به فعالیت در چارچوب مرز ایران هستند و آنها فعالیت های داشتند در راه احیای زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی. خواستایی هم دارند چون خواسته تدریس زبان آذربایجانی در مدارس ایران و یا پایان دادن به تبعیض هایی که در قبال مناطق غیر فارس نشین چون آذربایجان اعمال می شود. به نظر آنها دولت نه تنها در گسترش فرهنگ آذربایجانی، گسترش اقتصاد منطقه آذربایجان هیچ اقدام موثری انجام نمی دهد، بلکه برعکس زبان و ادبیات آنها را توجه نمی کند و با دید امنیتی به مسائل اتنیکی، مسائل قومی نگاه می کند. بازداشت این فعالین نیز در راستای همین سرکوب هاست و که از 10-12 سال پیش در منطقه آذربایجان رایج شده است و طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز شدت گرفته است.